به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستای خوبم. با آموزش ادوبی XD در خدمت شما هستیم. تو این بخش می‌خوایم بریم سراغ ابزار پالیگون یا چند زل ای و حداقل شکلی که میشه با اون رسم کرد مثلث و خب ستاره و شکل‌های از این قبیل. اما بریم سراغ XD مون ببینیم که توی منوی ابزارمون چی داریم. بله، اینجا پالیگون رو داریم که شکل مثلث با میانبر وای. میتونیم اینجا شکل مثلث رو هم با این سمت راست این علامت مثبت ما یا نشانگر ما ببینید. برای شروع رسم کافیه کلیک و درگ بکنم مجدد مثل دایره و مثل ابزار الیپس و رکتانگل میتونیم با نگه داشتن شیفت نسبت ابعاد رو برای این مثلث حفظ بکنیم و یک مثلث قائم مثلث متساوی الاضلاع داشته باشیم. و باز هم مثل ابزار الیپس و رکت انگل میتونیم همزمان اینجا آلت رو نگه داریم و رسم رو حول اون مرکز انجام بدیم که از حول اون مرکز خارج میشه و به سمت بیرون میره. خب ویژگی های دیگه ای که ابزار پالیگان داره، میتونیم به چند زلی بودن اون اشاره بکنیم. یعنی هر تعداد زلی که بخوایم ما میتونیم داشته باشیم، میتونیم لوزی داشته باشیم، پنتاگرام داشته باشیم، هکزاگرام داشته باشیم، 5 ست و 5 ستاره، یه ستاره 5 پر، یه ستاره 6 پر، یا شکل هایی از این قبیل 8 زلی داشته باشیم، 6 زلی داشته باشیم، هیچ فرقی نمیکنه. برای تغییر زل توی این حالت، وقتی که شما کلیک رو گرفتین و دارین میکشین و هنوز کلیک رو رها نکردین، میتونین به راحتی با جهت بالا و پایین از روی کیبورد تعداد اضلاع رو تغییر بدین. اما دقت بکنید که چون پالیگان هست ما حداقل 3 زل رو داریم، پس جهت پایین اینجا فعلا کار نمیکنه. جهت بالا رو که بزنم میبینید اضلاع داره زیاد میشه. شیفت رو هم نگه میدارم، میبینید کم میکنم، حداقل 3 تا، از 3 تا کمتر نیست. و خب مثل یک ستاره، مثل یک حالا استلام بهش میگن، حالا پنتاگرام اگه اشتباه نکنم بهش میگن، حالات 5 پر داره، 5 زل ای داره، 6 زل ای داره و ادامه. و نهایتا تا 100 رو میتونیم داشته باشیم اگه اشتباه نکنم. و دیگه هرچی بالاتر بره شکل ما نموده به دایره پیدا میکنه و بالاتر از یه حدی دیگه هیچ فایده ای هم برای ما نداره. خب این ویژگی رو میتونید قسمت Property Inspector یا ویژگی های این لایه ببینید. میبینید اینجا شکل چند زل ای یا Corner Count، تعداد گوشه رو اینجا برای ما داره مشخص میکنه. خب تعداد گوشه رو میتونیم از این قسمت هم کم بکنیم، جهت پایین، بالا، یا درگ بکنیم تعداد رو زیاد بکنیم که ببینید به شکل دایره داره برای اینجا نزدیک میشه. 45، 39، اجازه من یکم خیلی کم ترک بکنم. کم کم شما دارین زل ها رو میبینید، متوجه میشید که داره به چند زل ای میرسه که کامل از لایش مشخصه. خب ویژگی دیگه‌ای که ما اینجا داریم ویژگی ستاره هست. در واقع ضریب ستاره بودنه. اجازه بدین من این رو ببرم روی عدد 5، 5 زلیش بکنم. این رو هم بیارم اینجا و یه ضخامت هم بهش بدم که کامل بتونیم ببینیم. خب یکم کمترش کنم. خیلی خوب، خوبه. زوم میکنم. بله، حالا میام اینجا و ضریب ستاره رو میتونم تغییر بدم. ضریب ستاره 100%، یعنی میزان حالت ستاره بودن کاملا 100%. و اینجا بازوهایی رو در ما بین خطوطش داره که این بازوها میتونن به سمت مرکز اون شکل حرکت بکنن و به ضریب صفر برسن، که اگر من این رو تغییر بدم هر کدوم از این بازوها از وسط میشکنن و به سمت مرکز حرکت میکنن. من میام استار ریتیو رو میارم پایین، میبینید از مرکز هر خطوط شکست و به سمت مرکز داره اینجا حرکت میکنه. و توی این حالت ما دقیقا شکل یک ستاره رو داریم. حالا اینکه تیزی ستاره چقدر باشه کاملا با شماست. 18%، این هم 1%، ما 0% هم ببینم صفرش کنم. حداقل ما
پس اینجا 1% داریم. اگر من این رو سزلیش بکنم، اجازه بدیم من استار ریتیو رو 100% تنظیم بکنم، شکلم رو بیارم سزل ای و حالا این رو کاهش بدم. اگر خیلی دیگه کمش بکنم شکل مرسدس بنز میشه. اینو برمیگردونم حالت 100. من 5 زل اینجا مثلا میخوام، یک لوزی و اینجا هم 5 زل ای. ضریب ستاره رو میارم و افزایش میدم، کاهش میدم که مثل ستاره بشه. خب این از این. با این کار میکنیم برای زمانی که ما میخوایم یک مثلا شبکه اجتماعی بزنیم و سیستم امتیازدهی بذاریم توی طراحی یو آیمون، خیلی به دردمون میخوره که از ستاره بتونیم اینجا استفاده بکنیم. اینو من سزلیش میکنم و ویژگی کورنر رادیوس داریم اینجا. ما بوردر رادیوس داشتیم برای رکتنگل و کورنر رادیوس برای پالیگان. این هم دقیقاً به همون سبکیه که توی رکتنگل توضیح دادم. یک دایره به اندازه شعاع یک دایره ما میتونیم رادیوس بدیم به بوردر. اینجا هم به هر گوشه میتونیم رادیوس بدیم. به عنوان مثال من میام رادیوس این رو تغییر میدم. میبینید؟ الان رادیوس این 40. این یعنی چی؟ یعنی این که این نقطه‌ای که اینجا دارید می‌بینید، الان من کامل میارمش این قسمت، دقت بکنید این فقط چی داره؟ یک نقطه اینجا داره روی زل اصلیش داره برای کورنر رادیوسش و یک نقطه هم داره روی وسط یکی از اضلاعش که همون در واقع استار ریتیوه. موس رو اگر ببریم روش ستاره کاملا مشخص، حالا اینجا ستاره زوم نمیشه. من اگر کلیک بکنم اینجا میتونم زل خودم رو، ستاره خودم رو اینجا تو به حالت تورفتگی ببرم و به این شکل در بیارم. اینو افزایش میدم، نهایتا تا همین حد 100% میره که دقیقا خط صاف میشه. و اما اگر این قسمت بالا، اجازه بدید قسمت بالا اینجا من این رو کلیک بکنم، در واقع یک گوشه رو در نظر گرفته. این نماد border radius که اینجا حالا من میخوام 40 بذارم و ببینم که این 40 منظورش چیه. اگر من بیام یک دایره به ابعاد 40 رسم بکنم، به شعاع 40، یعنی پس میشه محیط ما 80، هایت هم 80. این رو من دقیقاً بیام اینجا، دقیقاً منطبق میشه با شکل ما. این نقطه دقیقاً میشه مرکز همین دایره. پس کورنر رادیوس هم مثل بوردر رادیوس در واقع همون مقداریه که اگر یه دایره با این شعاع اینجا رسم بکنیم اینقدر گرد میشه. خب اینم مفهوم کورنر رادیوس. کورنر رادیوس ببینید برخلاف بوردر رادیوس که میتونستیم به 4 گوشه به صورت مجزا هم اعمال بکنیم، اما برای پولیگون برای تمامی بخش ها باید اعمال بشه. اگر من این رو زیاد هم بکنم، این رو یکم کمتر هم بکنم، کاملا واضحه که برای تمامی اینها به یک بار داره اعمال میشه. این هم زل اصلی، این هم رادیوس ما، این رادیوس ما. ببینید توی چند زل ای هم ما میتونیم با افزایش border radius اون شکل رو به دایره تبدیل بکنیم. پس تمامی این اشکال قابلیت تبدیل شدن به دایره رو دارن، به همین راحتی میشه انجام داد. خب اینو من میارم بالا که به این شکل در بیاد. اینجا هم که گفتیم به این شکل میتونیم، نمیدونم از این شکلی که برای شیرینی هست از اونا میشه با این ایجاد کرد. خب و اما من اینو پاک بکنم، یه نکته ای که اینجا بهتون بگم، در هنگام رسم گفتیم که جهت بالا و پایین میتونه تعداد از زل رو کم یا زیاد بکنه و حداقل 3 تا زل و حداکثر 100 تا زل رو میتونیم داشته باشیم. و اما جهت چپ و راست چیکار میکنه؟ جهت چپ رو که بزنم ضریب ستاره بودن کم میشه،
اینجا نهایتا تا 10% میتونه بیاره توی این حالت. ببینید من هنوز کلیک رو رها نکردم، اینجا هم میتونم افزایش بدم و نهایتا تا 100% بره که پیش‌فرضش همون 100%. و اما میریم سراغ حالا یکم عملیاتی کردن این اشکالی که با هم بررسی کردیم. میریم این رو من میبندم، یه نیو ایجاد میکنم، قبلی رو میبندم، به این نیازی ندارم، دیسکارد میندازم بیرون اینو. و اینجا همون سند قبلی که داشتیم رو با هم دیگه باز میکنیم، همونی که تا یه حد با هم ترسیم کردیم فقط با استفاده از رکتنگل، و یکی از باکس هاش رو اختصاص میدیم به یک، حالا میشه گفت آودیو پلیر یا یه همچین چیزی. خب این باکسش رو من اختصاص میدم به یک آودیو پلیر. قبل از این من میام کنترل جی رو روی این میزنم، یک کپی میکنم، میگم که عنوانش باشه ویجت آودیو پلیر، اوکی. حالا اینجا یک دایره ایجاد میکنم به معنی اون شکل اون عکس کاور اون سولت. خیلی خوب، اینجا رنگ ها رو داشتم، یک رکتانگل که مشخص کننده اسم حالا قطعه باشه، بوردر رو برمیدارم اینجا به این شکل. خب حالا میتونم اینجا سیک بار رو بذارم، در واقع همون بخشی که داره مشخص میکنه در حال پخش شدن هست یا نه، یا اینجا میتونم میزان ستاره‌ای که برای این قطعه مشخص شده رو بیارم که همینجا هم کارمون درست بشه و متوجه استفاده از ستاره هم بشیم و استفاده کرده باشن از این. این رو رسم میکنم، پنج دل ایش میکنم. خب اینجا میتونم زوم بکنم، از بازویی که اینجا هست استفاده بکنم برای تبدیل به ستاره، و یکم هم میتونم گوشش رو گرد بکنم، خیلی نه، خب خوبه، یکم بیشتر تو رفتگی، ابعادش بیشتر. خب این شبیه پاتریک توی باب اسپنجی شده فکر کنم. خب الان من این رو میام رنگ میکنم، رنگ زرد. خیلی خوب، یکم سایه هم بهش بدم بد نیست. کپیش میکنم دوباره و آخری رو هم به شکل دیگه ای رنگ میکنم که اینجوری مشخص بشه. همه رو با هم انتخاب میکنم، شکلش هم جا داره به ما نشون میده، میبینید شکل این رو ما داریم اینجا میبینیم. انتخاب میکنم، اینجا میگم star rating امتیاز ستاره ای، و اینجا هم آرتیست ما باشه، اینجا هم کاور ما باشه، و این و این رو انتخاب میکنیم، به همه رو درگ میکنیم، میبریم داخل گروه ویجت آودیو پلیر. خب همه رو میتونیم با هم انتخاب بکنیم و اونها رو به سمت مرکز ببریم که دقیق بشه. توی ویدئوی الائنمنت ها این موارد رو کاملا میگم، نگران نباشید. خب من تا اینجا این رو دارم، میرم سراغ سیک بارم رو اینجا با استفاده از رکت انگل میام رسم میکنم. خب از اینجا در نظر میگیرم، میام تا اینجا، خب خوبه، گوشه کاملا گرد. از این سمت میام حالا بوردر رو برمیدارم، میتونم یه بوردر ضعیف هم بدم، هیچ مشکل و ایرادی نداره. خب اینو به این شکل در میارم و یه کپی از این میگیرم. اجازه بدید من اینها رو انتخاب بکنم، همه رو بیارم داخل این قسمت، همه رو داخل گروه سیک بار باشه، باز میکنم، لایه روی رو کوچیک میکنم، رنگش هم عوض میکنم که با هم ببینیم. میتونم این قسمت رو آلت رو نگه دارم و از این بازوهای رادیوس، برده رادیوس بالا سمت چپ رو که اینجا میتونید فرمولش رو ببینید، بالا سمت چپ، بالا سمت راست، پایین سمت راست و پایین سمت چپ، این رو بیارم تا هر جا که خواستم.
البته خیلی درشته، اجازه بدید هر دو رو انتخاب بکنم، یکم کوچیکش بکنم و یه دایره هم به عنوان خود اون دایره سیک قرار بدم. بیام اینجا این رو بردارم، میتونم رنگ سفید و شادو بهش بدم، اینجا صفر کنم و یکم رنگ قوی تر هم بهش بدم که مشخص بشه. یه کار دیگه میتونم انجام بدم، یه کپی از همین الیفس هم بگیرم، بیارم مرکز مشخص بکنم و یا سایش رو کمتر بکنم یا اینکه یه رنگ قرمز بهش بدم به این شکل یکم کوچیک‌تر. خب مثل یه سیک بار، اجازه این از نمای نزدیک بزرگه کوچیکه، از نمای دور یکم بزرگترش میکنم. خیلی خب، حالا میرم سراغ دکمه های پلی. خب دکمه های پلی اجازه بدید این دوتا هم داخل سیک بار قرار میگیره. اوکی، و دکمه های پلی، یه دکمه بزرگ من اینجا دارم، شیفت رو نگه میدارم که دقیقا شکل دایره بشه. خب اینو برمیدارم، یه دکمه پلی به این صورت دارم، سایه بهش میدم، وای رو صفر میذارم که سایه بیاد وسط. میتونم بوردر هم استفاده بکنم که یکم خودش رو بتونه بکنه. خیلی خوب، حالا میام از یه مثلث برای یه دکمه پلی هم استفاده میکنم، شیفت رو نگه میدارم که شکلش شکل دقیقا مثلث درست در بیاد، متساوی و لزا باشه. یکم این رو تغییر میدم به این شکل، میارمش وسط این، میچرخونمش، شیفت رو نگه میدارم که دقیق در بچرخه. خیلی خوب، اینجا اینو میتونم بردارم بوردر رو و یک رنگ بهش بدم، میتونم همین رنگ قرمز رو هم بهش بدم که حالا فعلا برای اینکه خودش رو بکنه. خب این رنگ قرمز، این پس شد دکمه پلی ما، داخل گروه قرار میدیم پلی. یک کپی من از این میگیرم، کوچیکش میکنم، میام سراغ این border radius رو یکم این دوری کوچیک و یک کپی از این میگیرم، alt رو نگه میدارم و یک کپی از این میگیرم که این به این شکل نماد forward و backward باشه و از این اینو میگم forward. یه کپی از این میگیرم میارمش این سمت، فاصله برابر. میبینید این محوطه صورتی در واقع داره میگه که 13 پیکسل اینها فاصله هاشونه و اون خطای آبی هم داره میگه همه هم وسطش هم بالاش و هم پایینش در یک تراز نسبت به سمت راستی. خیلی خب اینو رها میکنم، برای اینکه به راحتی بتونم اینا رو بچرخونم اجازه بدید من دوباره کپیش کنم تا اینجا کلیک رو رها میکنم. برای اینکه راحت بتونم اینو تغییر بدم و بچرخونمش نیاز به چرخش هم نیست، میتونم از فلیپ استفاده بکنم، فلیپ هوریزونتالی، و به این شکل این اینجا در بیاد. خب دیدید که با استفاده از ابزار پالیگون، حالا هرچند استفاده سادش، تونستیم یک همچین مدلی رو برای خودمون به عنوان آدیو پلیر پیاده بکنیم. اجازه من اگه بتونم یک رنگ دیگه بهش بدم که چون خیلی روشنه دیده نمیشه، ببرمش تو وادیه سبزم خوبه، آبی هم خوبه، یه همچین طرحی رو ما تونستیم با استفاده از ابزار پالیگون پیاده بکنیم. طرحهای بسیار مختلف دیگه‌ای میشه ایجاد کرد، مخصوصا طرحهای انتزاعی یا ابسترکت دیزاین که ما فعلا برای نمونه این رو اینجا پیاده کردیم.